بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. جلساتی درباره مناجات های 15 صحبت می کردیم به اندازه عقلمون میرسید و خدای متعال توفیق میده، تا رسیدیم به این مناجات که اسمش مناجات متوسلینه. حالا برای تأمل و تبرک بعضی عبارتاشو بخونیم، اگه چیزی به نظرمون رسید مزاحم وقت آقایان بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لیس لی وسیلتون الیک إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك، وشفاعة نبيك نبي الرحمة، ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك. مفاهیمی که در این مناجات هست بسیارش در همه مناجات ها تکرار شده، بعدش هم در بعضی از مناجات هایی که خوندیم گذشته. مفاهیمی جدیدی که در این مناجات آمده و تقریبا مختص به این مناجات هست مسئله وسیله و توسل. که عرض می کند خدایا من دو وسیله بیشتر برای وصول به تو و درک رضوان تو ندارم. یکی عواطف رأفت و یکی شفاعت پیامبر. درباره همین موضوع اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری توضیح بدیم. اصلا کلمه وسیله را در کتاب‌های لغت فقط همینجور معنی کردن، وسیله الیه وسیلتن تقرب الیه به عمل او به شخص. به این معنی که ما در ادبیات خودمون، در عرف خودمون به کار می‌بریم که وسیله را تقریبا با اسباب مساوی می‌دونیم، لااقل در عرف محاورات عربی در این عصر اخص از این است. بعض کتاب‌های لغت فقط درباره تقرب به خدا این کلمه را به کار برده. به هر حال حالا ما این را وسیله را به همین معنا قرار میدیم، یعنی عاملی که موجب تقرب به خدا میشه. در دو آیه قرآن از کلمه وسیله استفاده شده. یه جا امر شده به این که وابتغوا الیه الوسیله، جام درباره وصف بعضی از بندگان شایسته خدا
می فرماید یبتغون الی ربهم الوسیله. اگر ما این معنای عام را برای وسیله در نظر بگیریم که هر چیزی که موجب تقرب به خدا میشه وسیله است، این تمام اعمال خیری که ما انجام بدیم همه اینها میشه وسیله، چون اعمال خیر همه برای تقرب به خداست، قربتا الله انجام میدیم، مقدمه است برای رسیدن به قرب الهی. پس به این معنا هر کسی هر کار خیری قربتا الله انجام میده، یعنی منظورش اینه که با این کار به خدا نزدیک بشه. فقط توسل الیه به وسیلته. به این معنا با همه اعمال خیر وسیله است. ما هیچ بنده شایسته ای نیست که غیر از توسل کاری داشته باشه. هر کاری انجام میده برای اینکه او را به خدا نزدیک کنه. هر کاری هم که برای تقرب به خدا باشه وسیله است. همه بندگان خدا در تمام زندگیشون هر عبادتی میکنند، هر کاری خیر میکنند، توسل است. خب این یه معنای عام نیست برای توسل. متناسب با این معنا این است که چون همه این اعمال خیر به توفیق الهی انجام میگیره، یعنی اگر خدا ابزار کار خیر رو در اختیار ما قرار نده، چه ابزارهای بدنیش، چه ابزارهای فکری و علمیش و چه ابزارهای روحی و نفسانیش، یعنی اگر زبان نداشته باشیم حرف بزنیم ذکر خدا بگیم، چشم نداشته باشیم قرآن مطالعه کنیم یا سایر عبادات را، عبادات مربوط را، دست و پا نداشته باشیم، خب کاری از ما ساخته نیست، همه اینها خدا در اختیار ما قرار. با داشتن این جوارح و اعضا اگر راه خیر را ندانیم، ندونیم چگونه باید از اینا استفاده کرد، یعنی ابزارهای علمی و معرفتی نداشته باشیم، باز راه به جایی نمیبریم. حالا چه این راه ها را با عقل بشناسیم و چه با شهر. و بعد از همه اینها وقتی اندامهای لازم را داریم، سلامتی را داریم و راهش هم بلد هستیم، باز هم برای اراده کردنش توفیق میخواد. خیلی وقت آسانم خیلی چیزا را میدونه، توجه هم داره، میدونه چقدر ثواب داره، چقدر هم خیلی، اما همتش حالا باشه یه دفعه دیگه، نیم ساعت دیگه فردا شروع. آمادگی روحی که برای اقدام به عمل باشی بازی حالتی است که خدا باید لطف کنه، حالا از هر راهی باشی، مقدمات اونم از هر راهی باشه، بازم به هر حال دست خدا هست، همه چی منتهی میشه، هر خیری خدای متعال. پس هر کار خیری ما انجام بدیم که همش هم وسیله باشد و کار خیر ما هم بشه توسل، باز هم به لطف خدا انجام، رحمتهای اوست که ما را موفق میکنه به این که توسل پیدا کنیم یا تقرب به خدا. از جمله این وسائل هم وساطتی است که انبیا و اولیای خدا دارن و بالاتر از همه که همه به اون وسیله احتیاج دارن، وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که اذهان ما و پایه شناخت و معرفت ما بسیار کوتاه‌تر از اینه که بفهمیم ما چه نیازی به پیغمبر داریم و وجود مقدس پیغمبر چه نقشی در حیات ما، در سعادت ما و سایر انسان ها داره.
مراتب معرفتی که نسبت به اون وجود مقدس پیدا میشه، اون مراتب بالاش افراد انگشت شماری پیدا میکنن، امثال سلمان، شاید هم ابوذر هم یه مقداری، ولی دیگران همین هم که بدونن پیغمبر چه کاری برای آدم ها انجام داده، چه مایه برکتی شده، خیلی عقل ما کوتاه‌تر از اونه که درک کنیم. اگر بگیم اون چه ما میفهمیم از مراتب کمال اون وجود مقدس مثل قطره ایست از یک دریا، سخن گزافی نگفتیم. به هر حال از جمله برکاتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم برای امتشون دارند این است که اگر کسی با ایمان از دنیا بره، که حالا خودشون بحث خودش رو میطلبه که چطور آدم این با ایمان از دنیا میره، از کجا میتونه مطمئن بشه که با ایمان رفته. اگر کسی با ایمان از دنیا بره، گناهانی که مرتکب شده اگر با ابزارهای دیگری مثل توبه مثل اجتناب از کبایر اینها آمرزیده نشده، در قیامت به وسیله شفاعت پیغمبر اکرم آمرزیده میشه و دیگه در روز قیامت مؤمنی نمیماند که با ایمان وارد محشر شده باشه ولی وارد بهشت نشه. اگر در اعمالش هم چیزی نباشه که او را مستحق رحمت الهی را نعمت‌های بهشتی بکنه، مهمان پیغمبر خواهد به توفیق او خواهد، اما به شرطی که ایمانش رو تا اونجا سالم برده باشه. خب این آخرین مرتبه ای از رحمت‌های الهی است که از وجود پیغمبر شامل انسان‌های دیگه میشه. حالا چقدر انسان‌ها به وسیله شفاعت وارد بهش میشن؟ شمارش خدا میدونه. میلیون‌ها، میلیارد‌ها، چه میدونیم چقدر عالم طول بکشه و چه کسانی مشمول شفاعت اون وجود مقدس میشه. این یک بخش، یک شاخه از برکات وجود پیغمبر. خب خود پیغمبر رو کی آفریده و کی این مقام رو بهش داده؟ آیا جز این است که او یک مظهر رحمت خداست؟ خدا او رو آفریده و اون مقامات رو بهش داده و یکی از مقاماتی که بهش داده مقام الوسیله هست. ولسوف یعطی که ربک فترضا. اونقدر خدا به واسطه وجود مهندس پیغمبر اکرم دیگران رو میبخشه تا او خوشحال بشه. حالا ببینید او چه مقامی پیش خدا داره که رضایت او چقدر مطلوب خداست. خدا اونا را میبخشم که تو خوشحال بشی. یعنی اونا کسانی هستن که خودشون اونچنان ارزشی پیش خدا ندارن که برای اینکه پیغمبر خوشحال بشه اونا را دیدن. چقدر خود خدا میده. این چه مقامی است که رضایت او اونقدر پیش خدا عزیزه که برای رضایت او میلیون ها و میلیارد ها انسان دیگری رو میبرشه. ولی از یک دید دیگری همه اینا رحمت خداست. خداست که او را آفریده و خداست که او را اونچنان قرار داده که جز به این راضی نمیشه. کی بهش داده این محمد؟ یعنی از یک دیگری باز یک مجرای فیض الهی شفاعت به هم برنگ.
ولی به هر حال این مجرا غیر از مجاری دیگه است. مجاری دیگری هست به حسب محاسبات ظاهری ما که کسانی با انجام عباداتی، حالا عبادات مثل نماز و روزه باشه یا خدمت به انسانهای دیگه باشه یا جهاد فی سبیل الله باشه، به هر حال به وسیله اونها مستحق ثواب میشن. اونم مستحق هم به اون معنایی که باز خودش احتیاج به توضیح داره، که کسی از خودش هیچ استحقاقی نداره، بازم این حقیست که خدا برای او خلق. اونها یک باب است که به اون وسیله وارد بهش میشن، یک باب هم این است که وقتی اون وسایل هم در اختیارشون نبود به واسطه شفاعت پیغمبر. هر دوش هم دو راهی است یا ده ها راهی است که خدا قرار داده برای نجات انسان ها و رسیدن به رحمت او. پس به یک معنا جز رحمت الهی چیزی موجب تقرب ما و رسیدن به رضوان او و استفاده از نعمتهای بهشتی نخواهد شد. اون رحمتگاهی از راه اعمال عبادی خود ما انجام میشه به ما میرسه، گاهی از راه شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. خب با این نظر هست که اون وقت دو راه پیدا میشه. از یک نظر جز وسیله راهی نیست، جز توسل راهی نیست. اگر توسل را جوری معنا کردیم یعنی هر چه مایه قرب میشه. از یک نظر جز شفاعت چیزی نیست، برای اینکه همه اون چه ما داریم به توفیق وجود مقدس پیغمبر اکرم هست. و از یک نظر دو راه حساب میشه، یک راه شفاعت هست، از یک راه عبادات هست. اون وقت ما دو راه پیدا میکنیم. اون چه در این مناجات ذکر شده با توجه به این دیدگاه هست که میفرماید برای رسیدن به رضوان تو دو چیز، دو راه بیشتر نیست. یکی عواطف و رحمتک یا رعفتک و عوارف و رحمتک، یکی نسیمهای رحمت تو که وزیدن بگیره و شامل حال ما بشه. بالاخره هرچی از اونجا باید. ما از خودمون چی داریم که ازش استفاده کنیم؟ مال خودمون باشیم، عطیه الهی نباشیم. چی داریم؟ قطره آب گندیده ای، اونی که داریم همون، حالا اونم را خدا آفرینه، ما اونیم دیگه. هرچی اضافه شده چیزهایی است که دائما تدریجا خدا به ما داده تا ما را به اینجا رسونده، چه در بدنمون، چه در فکرمون، چه در روحمون، چه نعمتهای بیرونی، نعمتهای مادی، معنوی، هدایت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، همه از اوست. خب با توجه به این معنا کسی که میخواد به قرب الهی نائل بشه که نمیتونه نخواد. هم یه نکته ایست. هیچ کس میتونه طوری باشه حالش، رفتارش که خوبی ها رو نخواد. هیچ چیز لذت بخشی را دوست نداشته باشه. حالا از این لذت‌های مادی گرفته تا برسه به لذت‌های دیگه، تا اونجایی که عقلش برسه و درک بکنه. ممکنه یک کسی بگه من فلان لذتی رو نمیخوام، اون برای اینکه اصلا نمیدونه چیه هست. اگه میدونست چیه نمیتونست نخواد. آدمیزاد اگه یه خوبی را درک بکنه به همون اندازه‌ای که درک میکنه نمیتونه نخواد. کما اینکه نمیتونه از عذابها، ناراحتیها بدش نیاد فرانم. بگه نه من دوست دارم برم جهنم. اگه همینجا بگه یه سردرد دوست دارم،
میتونی یک شب با سردرد تا صبح تحمل کنه، یک خیلی راحت باشی. با یه شکم درد بتونه زندگی کنه یه شب تا صبح. اون وقت میتونه بگه با یک عذابی هم میتونم زندگی کنم. یه مرد بزرگی میگفت، از علمای اخلاق بود، سالا در مدرسه مرحوم آقای حجت، مدرسه حجتیه، اونجا روزای جمعه درس اخلاق میفرمود. میفرمود ما خیال میکنیم که میتونیم در مقابل سختی ها و اینا صبر کنیم. من خودم فکر میکنم، میگم اگر فلان بلایی بر من نازل شد صبر میکنم از کسایی دیگه، یا فلان مصیبت، فلان معصیتی پیش آمد صبر میکنم، خودداری میکنم، نمیکنم. آدم پیش خودش تخیلاتی داره، تو تجربه نکرده خیال میکنه به راحتی میتونه در مقابل این عوامل مقاومت کنه. بعد ایشون میگه من از خودم بگم برای شما، تجربه من هست. ایشون زخم معده داشت، بیشتر اوقات شکم درد داشت، ناراحت بود. گفت یه شب نصف شب شکمم درد کرد. پیش خودم گفتم این شب صبر کنم. یعنی با این درد میسازم، هیچی نمیگم. یه مقداری که گذشت خیلی سخت، نمیتونم دارم. گفتم خدا اگه صلاح میدونی شفا بده. یه چند دقیقه گذشت، دیدم سخت‌تر شد. به جای اینکه بگم اگه صلاح میدونی، گفتم خدایا منو نجات بده از این درد، نمیتونم دارم. چند دقیقه گذشت، سخت‌تر شد. شروع کردم التماس کردن، خدایا من نمیتونم، ضعف من رحم کن، منو نجات بده از این درد. اینا چند بودش درد سختش دیگه. هر چی بلد بودم از توسل به اولیاء خدا، ائمه اطهار، به این قسم بده، به اون قسم، به هر چی بلد بودم گفتم. دیگه طاقتم تاق شد، اینم بهتر نشد. کنه و هر چی من توسل میکردم، دعا میکردم، این باید بدتر بشه. حالا کسی که سالها ریاضت کشیده بود، استاد اخلاق، شاهد مرمای به جمعه های تنبیزی، خودش استاد اخلاق بود، پیره من، گفت کارم به جایی رسید، گفتم نیست کسی که من را نجات بده از این در. دیگه هیچ طاقت نیم بود. دردم خوب شد، فهمیدم اینا برای این بود که به من بفهمونن که تو چه اندازه طاقت صبر داری. بی خود ادعا نکن که میتونم صبر، مگه خدا کمک کنه؟ ما چی داریم؟ اگه آدم این ضعف رو در خودش درک کنه، حالا هر اندازه‌ای، هر کسی در زندگی یه مقداری شد تجربه کرده میدونیم، ما به یه گرسنگی نمیتونیم سر کنیم، یه تشنگی نمیتونیم، به یک بیماری نمیتونیم سر کنیم. داغ عزیز دیدن، سختی های دیگه، مشکلاتی که هست، که انواع و اقسام لا تعد و لا تحصاست، بنده که اقرار میکنم در مقابل اینا هیچ کدومش نمیتونم دارم. اگه خدا لطف کنه دو آدم رو نگه داره، با اینا خب لطف اوست، ولی ما خیلی ضعیفتر از این هستیم که بتونیم در مقابل این امتحانها سخت صبر کنیم، یا از لحاظ معرفت خیلی پستر از اون هستیم که مقامات انبیا و اولیاء خدا را درک کنیم، برسیم هیچ درک. کسی که آقا خاک قبرش بعد از 1400 سال،
خاک قبرش که شاید ده ها و صد ها بارم عوض شده بود. بیمارهای لا علاج رو شفا میده. من و شما چی میفهمیم از من؟ این لطف خداست، این عنایت خداست که به یه بنده این میده ببینید اینجوری. این عنایت خداست که آمرزش میلیاردها انسان را به توفیل رضایت یک بندش قرار میده. ببین اون بنده چی باید باشه؟ این کاش این روزها در مدینه بودیم و توفیق عتبه بوسی مرقد اون حضرت داشتیم، برای اینکه نمیذارندن. اما اقلا خازانه اظهار ارادتی میگه. برای انسان جز دو راه نیست، یا رحمت خدا نسیم های رحمت وزیدن میده و شامل حال ما هم بشه، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، گاهی یه نسیمی میوزه آدم خودش هم خیلی دنبالش نرفته، چه بسا اصلا هم قصدش هم نداشت یا خیلی هم دوست هم نداشت تو اون مجلس اصلا شرکت کنه، رفیق زوردورکی بردش توی بین سید و شهدای ملی به خاطر رفیقش. اما اونجا یه نسیم رحمتی میوزه بود، شامل حال کسی میشه بود، از آلودگی ها پاک میشه بود، اوج میگیره از اون پستی ها و کثافت ها و پلشتی ها و یک عالم نورانی صفا. این عواطف و رحمتی که هست، عوارف و رحمتی که هست. یکی هم این که اگر خودش هیچ همتی نداره و اینا، اما این اندازه لیاقت رو در خودش حفظ کرده که مشمول شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین واقع بشه. بنده اگر میدونستم، مطمئن بودم که این لیاقت برای من، اولا شفاعتشو نمیدونم دارم یا نه، و اگر دارم تا روز قیامت باقی میمونه که منت سر من بگذارند، بگن این کسی که مستحقیت خلود در عذاب هستی، از توفیل وجود یک توجه، یک گوشه چشم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو را نجات دادیم، دست ما بگیر از جهنم بکشن بیرون، خیلی خوشحال. نمیدونم که این لیاقت رو داشته باشم و فرضاً اگر الان داشته باشم آیا باقی بمونه تا اون زمان بتونم ایمانم رو حفظ کنم، یا شبهات و شکوک و اینها ایمان رو ضعیف کنه، گناهان باعث این بشه که دل آدم سیاه بشه، دیگه لیاقت شفاعتم رو از دست بده. باب رحمت وسیعی، اما خطرش هم کم نیست، که آدم همیشه باید بین خوف و رجا باشه. پس اون چه ما مایه امید ما هست، یکی این که گاهی نسیم رحمت الهی بوزه و شامل حال ما بشه، یکی هم این که شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت شامل حال ما بشه. عرض کردم شفاعت این همین معنای معروفش هست که طبق اون روایت بین الفریقین ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای اهل کبائر ذخیره کردم، اونایی که فقط مرتکب صغیره شده باشن با همون اجتناب از صغایر آمرزیده میشن با اجتناب از کبائر. الذین یجتنبون کبائر کبائر الاثم والفواحش، یا کسانی اگر مرتکب کبیره شده باشن بعد توبه کنن، باز واسطه توبه آمرزیده میشن. اگه هیچ کدوم از اینها نبود اما با ایمان از دنیا رفتن، ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر منو،
اما شفاعت یه معنای دیگری هم را داره که نه تنها مؤمنین و گناهکارا و اهل کبایر محتاجن، حتی انبیا هم به اون شفاعت محتاجن. اون یک شفاعت دیگری است و یک معنای دقیقتری و لطیفتری که اون مجال دیگری میخواد و گوینده‌ای که معرفت بیشتری داشته باشه. الهی لیس لی وسیلتن الیک الا عواطف و رأفتک. خدایا من وسیله ای به سوی تو ندارم مگر عواطف و رأفتک. عواطف ما به یک معنای خاصی استعمال میکنیم، به معنای روانشناختی هست. منظور عواطف این نیستن. عواطف یعنی چیز میل، یعنی رحمت خدا وقتی به طرف انسان توجه پیدا میکنه، میل پیدا میکنه یک طرف، اون میشه عاطف الرحمه. اصل عطف به معنای میل هست. عاطفه را میگن عاطفه برای اینکه انسانی که با عاطفه هست میل داره به یک انسان دیگری که به او خدمت کنه. ولالی ذریعتن الیک الا عوارف و رحمتک. عوارف هم جمع عارفه هست، اونم به معنی عطیه هست. آثار رحمت را میگن عوارف رحمت. به هر حال چیزی که ما وسیله ای داریم که ما به تو برسیم از ما چیزی نیست، یا رحمت ها نسیم رحمت توست که وزیدن بگیری به طرف ما مایل بشه، شامل حال ما هم بشه، یا شفاعت پیغمبری. ولی ما از خودمون چیزی نداریم که ازش استفاده کنیم به طرف تو بیاییم. اگر چیزی داشته باشیم همانه که تو دادی، اونم میشه رأفت و رحمت تو. فاجعلهما لی سببن الى نیل غفرانک. حالا که غیر از این دو چیز ما چیزی نداریم، این دوتا را وسیله قرار بده برای اینکه ما به مغفرت تو نائل بشیم. شاید هم یه عنایتی باشه به اینکه این دوتا باید با هم باشه، چون شفاعت پیغمبر هم وقتی شامل حال آدم میشه که استعدادش آدم حفظ کرده باشه، استحقاقش رو پیدا کرده باشه. اون هم بدون عواطف رحمت الهی نمیشه. یعنی اول باید نسیم رحمت الهی شامل حال آدم بشه تا استعداد شفاعت پیدا کنه، بعد شفاعت هم بهش برسه، اون وقت نجات پیدا کنه. شاید اینکه هر دو رو میفرماد فجعلهما، برای اینکه این دو تا باید با هم باشه، تنهایی هیچ کدومش کفایت نمی کنیم. او اینکه به یک معنا شفاعت هم رحمت الهی است. و سیرهما لی وصلتن الی الفوز برضوانک. و این دوتا را وسیله قرار بده برای اینکه ما به رضوان تو نائل بشیم. دیگه فکر میکنم خسته شده باشید. انشاءالله که خدای متعال با ما منت بگذاره و استحقاق شفاعت به ما مرحمت بفرمایید. و صلی الله علی محمد.